از این بعد اسم این برنامه است که چون همه چی رو به رواله بشین ببین قبلانا ما چی بودیم چجوری روش کردیم و کجاییم الانه تقریبا نیم ساعت بشنو این حرفا رو خده کش دور همه چی با یه پرگا رو میخواییم راه های جدید رو بهتون بگیم میخواییم از این ببعد بعد اوضا دیگه مثل قبل نیست اگه نوزه بودی هم باید بشی بیست بیا ببین فناوری چه کرده دورش ازش یه جورایی اقب کرده تقریبا نیم ساعت بشن این حرف رو خط بکش دور همه چین با یه پرگارو اینجا روش های جدید رو بهتون میگیم از این به بعد هرچی تیو نشون میدیم. سلام، اونا صاحب بلندترین ساختمونای شهرن، بلندترین ساختمون هر شهری مال اوناست. ولی قرارمون این نبود. اونا قرار بود بانک باشن، بانک. ولی بعضیاشون تبدیل شدن به ملاک‌های بزرگ، تبدیل شدن به بنگاه مسکن. از بس که سند دارن و اختیار واسه گرفتن و تملک شغل و ساختمون و تولیدی و مال و اموال کسی که وام گرفته. شما نگاه کنید، پی بانک اسم بانکیه که به شما کمک میکنه پول پارو کنید. برای پارو کردن پول باید اول خودتو بشناسی و یه ملک کوچولو داشته باشی و بعد ما به کمکت میایم تا با اقساط طولانی مدت و پربهره کم کم اون خونه رو از چنگ در بیاریم. البته نه، ببخشید، تو رو پول دارت کنیم. آقای عریانی هم یکی از همون تولید کننده های خونه داریه که اومده سراغ ما برای تولیدش. با پیبان خب، پرونده امروزمون در مورد یه تولید کننده جورابه که صاحبش تصمیم میگیره از یه بانکی وام بگیره. آخ، نمیدونم چرا وقتی میگم وام بگیره یهو پام میگیره. عذرا خانم کافیه دیگه، بسه. عذرا خانم میخواستم کارو ده ببینم دیدم. عذرا خانم نمیشنود از اینجا. عذرا خانم، عذرا خانم، میگم کافیه، میخواستم کارو ده ببینم دیدم دیگه. سلام خانم، حال شما خوبه؟ هستی شما سلامتی؟ مبارک باشی. خواهش می‌کنم. سلام زهرا خانم، حال شما چطوره؟ شما خوب هستی؟ عباس آقا حالشون چطوره؟ خوبه، سلامت باشی. سلامت باشی. سلام، حال شما خوبه؟ شما درد نکنید. خواهش می‌کنم. آها، جوراب، بله، خواهش می‌کنم. ای کبرا خانم، حال شما چطوره؟ شما خوب هستی؟ قربان شما، حال شما خوبه؟ جای آجاها خالی نباشه. سلامتی آقای مهندس. سلام آقای مهندس. سلام علیکم. چطور بفرمایید؟ خواهش می‌کنم. قربان شما خیلی، دم در. چرا تشریف بری داخل، بفرمایید. یا الله، یا بفرمایید تو، بفرم. یا الله، سلام، 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 سلام. سلاماتتون خلاص شد؟ معلوم هست تو کجای؟ بابا این چه بساطی تو رو انداختی. سلام عذرا خانم، حال شما خوبه؟ از قرارا خوب هستن؟ بابا یه دقیقه بیا پایین، بیا. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. کجای تو؟
بابا این چه بساطی تو رو انداختی؟ اینا کیم پشت در آوردی؟ شما مگه خودت نگفتی هر کی کار دنبال کار میگرده بعد به ازش تست بگی؟ من هرچی زن زول دنبال کار بوده ورداشتم آوردم پشت این چرخه تنشون دارم در ازشون تست میگیرم. دستی سرعت قدرت استقامت مقاومت دقت اعتیاد اینا رو ول کن. تازه من ورداشتم زن رای محمدی اون یکی خاش سوسای دوا امیری اینا همه رو من ردشون کردم. سه موقعی من گفتا پنی نفر اینجا زم کن یا تست ازشون بگیریم چهار تا دختر جوون خانم کاری چیزی رفت خانه سالمندان آورده؟ پیر اون مادر خدا بیامرزت بود که رفت. آه بله بله خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه حاج آقا را خدا بیامرزه. بابا بذار هر موقع کارگاه را افتاد باشه همینا رو بیاریم که کار کنه، الان که نه به باره نه به داره چیکار باید بکنی؟ میگم اینا رو بکن. چیکار کردی این بانک ها سراغ صندوق رفتی؟ آره بابا رفتم دنبال وامم رفتم. خب چی تو شد؟ هیچ، میگن قبلا وام گرفتی به شما تعلق نمیگیره، بعد واسه تو صف و نوبت و این چیزایی که حالا من باید ببینم چیکار باید بکنم. خب اگه پول نداشته باشیم که نمیتونیم از این دستگاه جوراب بافیا بسونی. بابا دندون جگر بگی بعد پول دستون بیاد که این دستگاه بسونی. توکل تو خدا باشه. الان یاریم خوابم از اون آسمون برنده پول میاد کافی حساب ما رو زیمی. من رفتم یه بانکی پیدا کردم، بانک جدیده، تو تبلیغات دیدم. بعد گویا میشه ای وامی چیزی ازشون گرفت، حالا میخوام برم ثبت نام کنم، اگه بشه این وام ازشون بگیری فقط به کسی چیز نگی باشه. فقط یه مشکلی هستش، اقساطش دراز مدته، نمیدونم اون تو چیکار کنم. قیس آدمو پیر میکنه. یعنی چی؟ من که اینجا دارم یه عوای صحبت میکنم چیزی صدا بارو میشنوه، گوش خفاشم اینقدر تیز نیست که میشنوه. نمیدونم ولی یه ساعت از پایین صداش کردم جوابی منو نداده. حالا این صحبت در گوشی مرا ببین تموم شد این روز اولش. وقت اینجور ها میخواییم به خط تولید برسونیم انبوه تولید کنیم این مدل رو بگه بالاخره گفتم بزرگی محل است دیگه. خب در اینکه تولید کننده باید کیفیت محصولاتش رو بالا ببره شکی نیست، ولی با همه این تفاصیل هنوزم راحت ترین کار تو کشور ما دلالیه. معاف از بیمه، معاف از مالیات، معاف از دردسر، معاف از شهرداری، معاف از وزارت کار، معاف از همه چیز. راحت دلالی تو میکنی، هیچ کس هم هیچ کاری به کارت نداره. اما در نقطه مقابلش تولیدی، خدا نکنه یه تولیدی بزنی از فردا شروع میشه. جانم تولیدی زدی؟ فردا بیا اداره مالیات کارت دارم. قربان ما هنوز چیزی تولید نکردیم و بلاخره که تولید میکنی فردا داره مالیات باش. جانم تولیدی زدی؟ چشمم روشن، چشمم روشن. فردا بیا شهرداری کارت دارم. قربان ما هنوز چیزی تولید نکردیم ها. بلاخره که تولید میکنی فردا اونجا باش. بله تولیدی زدی. آره آفرین آفرین. فردا اداره بیمه باش. قربان ما هنوز اصلا نیروی نداریم. بالاخره که نیرو میاری. فردا اداره بیمه باش. بله تولیدی زدی. آره فردا. قربان من تولیدی ما تعطیل کردم اصلا. مطمئن؟ بله همین امروز اینجا رو میفروشم و اینجوری راحت ترم. مطمئن باشم؟ بله بله مطمئن باشید. 100%؟ 100%. باش موفق باش. بله به خاطر همینه که تولید کننده ها وقتی پول کم میارن حاضر میشن سند تولیدیشونو به دست هر اهل و نااهلی بدن که یه وامی بگیرن که تولیدیشون تعطیل نشه و کارگراشون بیکار نشن. متاسفانه قبلن قانونی وجود نداشت که یه تولیدی مسون باشه از
چنگال بعضی بانک ها. ولی الان اینجوری نیست دیگه. شرایط فرق کرده. همونش که مشاهده میفرمایید به اینو میگن جورابای ساقدار، یعنی در اصل اینو جورابای کلاسیکه. میدونیم به چه صورته اینا رو معمولا افراد موسن سندار، کسانی که به سرما پاشون حساسه، تو سرما معمولا اینو میشن. و از همه مهمتر بهترین کارایی اینو کیا دارن؟ مدیران. مدیرانی که پشت میز میشینن کاری انجام نمیدن، پاشون اینجا میذارن رو پاشون. بله این کاری الکی میکنن چون پاچهشون تا اینجا معلوم میشن، معمولا میشن راحت باشن که کاری هم انجام نمیدن، معذب نباشن. و اما اگه اجازه بدیم من جوراب دومو خدمتتون معرفی کنم. جوراب کارمندی یا ارتجایی. چرا بهش میگن ارتجایی؟ الیافش چطوریه؟ کش میاد. اصلا معنی ارتجا چیه؟ ارتجا یعنی کش اومدن. بکنیم بگم کش میاد. اینو کارمندا میپوشن، حتی با دمپایی لانگشتی میره وسط، حتی با صندل قابل استفاده است. کارمندا خیلی استقبال میکنن، درسته؟ و اما بعدیش و اما این جوراب نیمبند یا بلا تقلید. اینو با همه اینو کفش میشن، با کتونی، با چه میدونم ساقدار بیسا، همه چی قابل استفاده. از همه مهمتر تو باشگاهی ورزشی هم میپوشن، تو مجالس عروسی هم میپوشن. بخاطر میگم بلا تقلید، کلن واقعا تقلیدش معلوم. ولی چون طرفدار خیلی زیاد داره ما هم بالاخره تولید میکنیم. این هم یه نمونش. و این هم که دیگه جوراب خودم. براو، فانتاستیک آقای مستر علیاری. واقعا غبت آوره که مردی مثل شما هنوز هم از پا نمیشینه و دست به تولید میزنه. واقعا تحسین برانگیزه. من خودم انقدر از بچگی عاشق جوراب بودم که جورابامو تا سالیان سال نگه میداشتم. ملاحظه بفرمایین، همین جوراب رو من 5 ساله که دارمش. بله بله معلومه چقدر نوعه. بله آقای علیاری، بوی نوعیش هنوز داره میاد آقای علیاری. بله تا چایی میل میکنی؟ نه ببینید آقای علیاری، من معتقدم پول مهمترین عامل زندگیه ولی خوشبختی نمیاره. بله اصلا خوشبختی یعنی داشتن چیزهایی که آدم دوستشون داره. احسن. حالا شاید بپرسی برای این هم پول لازمه. اصلا عزیز دلم، همین جورابی که من دارم به تو میگم رو من از کمد برادرم برداشتم جهت یادگاری. بله بله بوی نوعیش همونجور که فرمودی تا اینجا میاد. ما انشالله اگر کارگاه جوراب بافیمون انشالله را بیفته و خط تولید برسیم، انشالله از این ساقدارا، ارتجایاش، نیم بنداش، از اینا یه پک خدمتتون میدن که جوراب داداش بنده خداتون هم بهش بیدین. مستر علیاری شما اصلا نگران نباشید، ما هر مبلغی که مد نظر شماست رو در سریع ترین زمان ممکن تقدیم شما میکنیم. من برای شما یه امضا میکنم، تمام، فرم آماده، شما درخواستتو پر کن، پول تو جیبته. ما این کارو برای تو خواهیم کرد علیاری، تو فقط به ثروت فکر کن علیاری، فقط به پارو فکر کن، تو با پارو به موفق. ببخشید دوست، من یه سوال دارم. این جا. که چون باز پرداختش تو دراز مدته، من چه سر فرصت حتی نه پرداخت کنم علیاری. چه تسهیلاتی برای من در نظر میگیری؟ مستر علیاری ولش کن باز پرداخت و پرداخت و عزیز من، تو فقط به پارو فکر کن. ببین بیا این رو از من یادگاری داشته باش، میخواستی بری با خودت ببر، فقط به پارو فکر کن. تو فقط ذهنتو آماده این کن که قرار پارو بکنی. قربونت برم. قبل از اعطای وام شما تاج سر مایی، شما فقط برو تولید کن، وامو ما بهت میدیم، تنفسم زیاد برات میذاریم، خیالت راحت، برو ما پشتتیم. شما تولید کننده ای، داری به کشورت خدمت میکنی، اصلا مهم نی، قصات هم عقب افتاد مشکلی نی، ما پشتتیم، برو تولید کن، برو به تولید. بعد از اعطای وام ببین میام در تولیدی، اونجا گل میگیرم درشو، فهمیدی؟ تولیدی هستی که هستی، اصلا مهم نی برام چی کار میکنی اونجا.
کل کارگرات هم میریزم بیرون، فهمیدی؟ من بانکم، قدرت دارم، فهمیدی؟ با مأمور بیام اونجا درشو گل میگیرم. سندت اینجا سسن، سند. تعطیلی یه کارخونه یه داستان غم‌انگیزه که میتونه مثل یه زنجیره داستانای غم‌انگیز بعدی رو به دنبال داشته باشه. اولین اتفاق تلخ بیکار شدن تعدادی کارگره که هر کدوم خونواده دارن. بعد زنجیره ای از مشاغلی که غیر مستقیم درگیر بودن دچار بیکاری یا مشکل میشن، مثل راننده ها و فروشنده ها و خیلی های دیگه. از طرف دیگه کاهش ظرفیت تولید باعث کاهش عرضه میشه، بعد گرونی اجناس. لابد برای تأمین نیاز بازار باید همون محصولات از خارج کشور وارد بشن و این یعنی وابستگی و خروج ارز و گرفتاریهای بعدی. دردسرتون ندم. تعطیلی تولید یعنی یه سریال غم‌انگیز با پایان تلخ. برای همین تو چند سال گذشته یکی از سیاست‌های اصلی کشور و قوه قضاییه جلوگیری از تعطیلی کارخونه‌ها و واحدهای تولیدی بوده. بر همین اساس ستاد اقتصاد مقاومتی تو دادگستری همه استان‌ها تشکیل شد و این ستادا موظف شدن مسائل مربوط به واحدهای تولیدی رو پیگیری کنند، به خصوص تو جاهایی که بین کارخونه و بانک اختلاف پیش می اومد. سازمان بازرسی هم از طرف دیگه درگیر این ماجرا شد و خلاصه این که عدلیه همه نیروها با امکانات مرتبط رو بسیج کرد تا ضمن جلوگیری از تکرار رخدادهای غم‌انگیز قبلی زمینه رو برای احیای واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت تولید به کار بگیره. نتیجه این اقدامات هم این بود که تو سال 1400 از تعطیلی 3514 کارخونه و واحد تولیدی جلوگیری شد. در سال 1400 سازمان بازرسی کل کشور هم از 1565 واحد تولیدی بازدید کرد تا از نزدیک مشکلات اونا رو بررسی کنه و همین بازدیدها باعث شد 60 کارخونه دوباره راه اندازی بشه، جلوی تعطیلی 196 بنگاه اقتصادی گرفته بشه و 281 واحد تولیدی عملاً به افزایش تولید برسن. 465 متقاضی تأسیس کارخونه یا واحد تولیدی هم که مدت‌ها منتظر مجوز بودن کارشون به سرعت انجام شد و تونستن مجوز مورد نظرشون رو بگیرن. یکی از کارویژه‌های اساسی دوران تحول و تعالی قوه قضاییه حمایت تمام قد از کارآفرین و کارگره تا کارخونه تعطیل یا سفره کوچک نشه. تو موفق میشی، ما موفق میشیم، همه تکرار کنید، نه ببین، مهمترین اصل در زندگی برای موفقیت زندگی رو یه مثلث در نظر بگیر، رأس این مثلث میشه پول. اون یکی ضلع مثلث اصلا به درد نمیخوره، الکی گذاشتنش، ولی اون یکی ضلع مثلث. آقا سکوت کن، آقا سخن نگو، این مغز منه تو خوردی آقا، کارم من بلدم. آقا من میخواستم به شما بگم پارو در زندگی خیلی مهمه، هر کسی باید پاروی خودش رو خودش پیدا بکنه. حقیق آقا بفهم. عذرا خانم، بابا ول کن چرخو بیا بر خونتون. بابا همه رفتن، شما هنوز اینجا موندی؟ این تولیدی ورشکست شد، تموم شد، برو خونتون. شما همون روز اول به من گفتی پسر این قسط کمر آدمو میشکنه، من گوش ندادم. بیا اینم شد زندگی من. همه چه جمع کردی خانم؟ عذرا خانم باشه باید جمع کنی. بیا برو من خودم جمع میکنم. بیا برو خانم. میبینی اوزا خانم؟ این اوزا زندگی منه. یه زنم، این همه تمام پسنداز زندگی بیا جمع کردم، اونم بانک داره برمیداره میبره. رودا برم سنگی پا قصد اینجا لاتو کم میاره. سلام علیکم. مستر علیاری. سلام خانم. عرض ادب. عزیزان، صاحب این تولیدی شمای عزیز. بله آقا، خودم هست، بفهم. این پیر زنم کارگرتونه؟ پیر؟ اون مادر خدا بیامرز بود که رفت. عزیز گوشش تیزه داره میشنوه دیگه، سکوت کن، بیرون داره بهت میگم سکوت کن دیگه. عزیز جان، از اونجایی که شما این قصه وام شما عقب افتاده، من وظیفه دارم، مجبورم این اموال شخصی شما رو توقیف کنم، شرمنده شما مثلا من. بله آقا خودم میدونم.
قبل از که شما بیای من همه رو جا تخته کردم. بفرمایید هر چی دلت میخواد برد و ببر، این میز رو ببر، صندلی رو برد و ببر، اونا رو ببر، بفرمایید چهار تا جورابم ببرید، خیالتون راحت بشه که تولیدو تعطیلش کردی. برای چی این کارو کردی عزیز؟ عزیز من معلومه برای چی این کارو کرده دیگه. اون روزی که اومدن بانک چای خوردن، امضا کردن، وام گرفتن، بعد بدهی منو میدادن، پرداخت نکردن، باید ملکو در اختیار بانک بذارن. آقا سکوت کن شما، یه بار تو زندگی سکوت کردن امتا که زر نمیگه. ببند آقا ببند. عزیز جان ناراحت نشو، گوش کن. از اونجایی که اینجا تولیدیه این عزیزا کارگرا آشغال آقا جان اینجا کار میکنن، طبق قانون ما نمیتونیم اینجا رو تعطیل کنیم. نمیشه تعطیل نمیشه. همین الان شما زنگ بزن، پیام بده اسمس همه عزیزا کارگرا آشغال، همه برگردن سر کارشون. راست میگی؟ بله. همه کارگرا رو بگم همه برگردن سر. آقا من یه سفره پهن کردم داد تحت کارگر چه کار میکرد، تحت خوبه بده. بله همه رو بگم. بیا چرا خوشحال میشم آقا کی برگردم؟ خیلی ببخشید، اگر آقای علیاری برگردون بودن که پول منو برمیگردوندن. عزیز دل من، ایشون وام گرفته باید بدهیشو برداخت بکنه. از قدیم هم گفتن حساب کاکا ایز برادر. عزیز جان گوش کن، اولا نرخ سودی که شما رو وامت گوش کن نرخ سودی که شما رو وامتون کشیدی 10% بالاتر از نرخ مصوبه. گوش کن آقا من، یا گو بعد قانون برای شما هیچ کاری نمیتونه بکنه. قانون اصلا در شما نیست. دوم اصلا کی به شما اجازه داده واسه این قسطای نجومی که رو وامتون بشه؟ این عزیزا کارگر آقا جان اینا رو به من از رو خودم بدید، پول خودم بدید. همین الان شما جا برو. برو عزیز من جمع کن برو. معلومه که شما دو نفر با هم دیگه ساخت و پاخت کردید. من از شما شکایت میکنم، از رستر علیاری هم شکایت میکنم. من شکایت میکنم آقا، خودم مأمور قانونم. حرکت کن آقا. خوشبختانه از این به بعد بر طبق قوانین جدید هیچ تولیدی یا کارخونه‌ای به خاطر عقب افتادن قسطاش توسط هیچ بانکی تعطیل نخواهد شد. ترانه‌ای براتون میخونم به صورت زنده از زبان یک تولید کننده ایرانی، وطنم که 68 تا کارگر داره و برای ارتقای کارش رفته از چند تا بانک وام گرفته و متاسفانه قسطاش عقب افتاده. این تولید کننده ایرانی وطنم ترانه رو تقدیم میکنه به همه بانک ها. بانک ها با شمام بانک ها، یکم بشنوید درد و دلامو. بانک ها این حالمو دریابید، دارم کار میکنم بدم قسطامو. بانکا اگر پلم شه اینجا 68 تا کارگر میرن قاطی بیکارا، اسمشون که میره کنار اونا. بانکا اگر پلم شه اینجا 68 تا کارگر میرن قاطی بیکارا، اسمشون که میره کنار اونا. آرومم کن آخه بیتاب دلم، با هزار عشق من یه تولیدی زدم که یه عده بیان پیش من کار بکنن، نون زن و بچه رو بدن. حالا موندم با همه بدهیام، غیر قسطاش دیگه چی مونده برام؟ کار من لنگ شده، تو دلم جنگ شده، کاش نشه اینجا درش تخته.